سنف سه؟ ماشاءالله دختر مقبوله. چرا اینقدر مقبوله تو؟ نمیدونی؟ خب اره بال مرغ کسه هم خوشمزه است، مخصوص بلدی کبابه وی با زمک در خدمتتر هم هسته اشتیا دیگه در چیز در افتار خلاص شده یک عالم پرده نشی جان اشتهای خوب اینال به روزه و روزه دار مالم بوشه اینجا اتفاقا کسایی که روزه نداره با اجازه جان اونهایی که روزه نداره خوب با اشتیا مکرد آره چیزی نخورده خب اینجا متشکرم مبارک رمضان هم که امشب شب 29 میشه خلاص میشه و ماشاءالله تعدادمون اگه حساب کنید تقریبا 70 نفر میشیم خب؟ به ازدو که تا 70 نفر میشیم بعد هم کلگی ماشاءالله ورزشکار هستن و حسابی ورزش کردن الان امشب همه نهار هم نخوردن گذاشتن برای امشب چون که روزه بودن خداوند بخشنده و مهربان هموطنان عزیزم سلام عرض دارم هر کجای جهان که هستین جور و صحتمند باشین عزیزانم ناز حسنیار هستم امروز با یک ویدیو جدید و یک برنامه جدید در خدمت شما ازان قرار گرفتیم قسمی که همگی ما و شما ازان در جریان هستیم ماه مبارک رمضان هست و امروز هم که روز آخر ماه رمضان هست ما تصمیم گرفتیم که آخرین روز ماه مبارک رمضان همراه فامیلا یک جورای از این شب تجلیل بکنیم و با ماه رمضان هم خداحافظی بکنیم از این دعای معمی هست که طاعات و عبادات همگی ما و شما که انشالله به برکت همین ماه مبارک قبول درگاه حق باشه و همگی ما و شما دعاها و آرزوهایی که در این ماه مبارک کردیم انشالله که به درگاه خداوند بزرگ و بی‌نیاز انشاءالله که قبول شوه و همه ما و شما ازان با آرزوهای قلبی ما برسیم اعضای ما یک دور همی صمیمانه با فامیلای ما داریم و همچنان امشب میخواییم که یک شبگردی در جاده ها و جاهای قشنگ و دیدنی تهران داشته باشیم از شما زنم دعوت میکنم که تا آخرین قسمتی ویدیو با ما همراه باشید و مرا همراهی کنید عزیزم منوز در خانه هستیم ما که آماده شدم برون ببینم که بقیه فامیل هم آماده شده یعنی دیگه میریم بخیر طرف مسیری که امشب در اونجا قرار گذاشتیم و ببینیم که هم اگه آماده شده یعنی و همراهی شما زنم خواهان هستم
دیدم هوا تاریک شده. بالاخره بعد از 5 دقیقه جستجو یک گروپ پیدا کردم که بتونم پیشش یک دو دقیقه برای شما زن صحبت کنم. در غیر از او اگر این گروه نمیتونستم پیدا کنم که چهار طرف کلن تاریک تاریکه. فکر کنم که وقت افطارم یک چند دقیقه گذشته از وقت افطار و هوا هم کاملا تاریک شده و هوا نه خیلی سرد است و نه هم خیلی گرم، یک هوای کاملا معتدل و هوای قشنگ است. میریم داخل ببینیم بر افطار چی تهیه کرده، ببینیم که بقیه خانواده هم آمده، یعنی اگرچه از وقت افطار تقریبا یکان 10 الی 15 دقیقه گذشته، دیگه قبلنا که بود میگفت که روزه نباید قضا شوه. امشب که در شوقی دور همی دیگه ببینیم که روزه چند نفر قضا شده و ببینیم بر افطار چی داریم عزیزانیم. امیدوارم که شما هم این ماه مبارک رمضان با خوبی و صحتمندی و سلامتی گذشتانده باشین و یک عید خوب را پیش روی داشته باشین عزیزان. قرار امشب ما چند خانواده که خواستیم این شب آخر ماه مبارک رمضان با هم دیگر سپری بکنیم در یک باغ خیلی قشنگ، البته اگر روز می بود تصویر خیلی قشنگ می آمد و من می تونستم که زیبایی های کامل این باغ برای شما زن به تصویر بکشم. من فکر کنم در تمام این باغ فقط یک نمی گروه است که من شاید همه صحبت های منزل همی گروه برای شما زن داشته باشم. ببینم که داخل این باغ جاهای قشنگش هم نور داره، یعنی البته یک باغ خیلی قشنگه. محسا جان خوبی؟ یک دفعه خود خود معرفی کن. سلام، من محسا حیازی هستم. خب این گله گله که برد دادم؟ برای این نه این گله که برد دادم از باغچه کندی خود تو؟ گله دوست داری؟ خب این گله دیدم که داره برگایش هم میکنده، چرا؟ مکتب موری؟ مدرسه موری؟ بله بله. سنف چنده؟ سبو سنف سه؟ ماشالله دختر مقبوله، چرا قدر مقبوله تو؟ نمیدونی؟ شور نخور تو، شور نخور. خب دخانه کی دوست داری؟ مرا؟ اینه دوست دارم ببینید. ما دوست دارم که این گل تا به ما بیتی میدی؟ خب بیا دوست یک بوس کنم. ما اولین فامیلی هستیم که در این باغ آمدیم و دیگرها هنوز نامده و کسایی که آمد منتظر هستیم تا دیگر دوستای ما هم بیایه و با هم یک افطار به یاد ماندنی داشته باشیم. کباب خود خبری مسئول کباب دیگه. انشاءالله موفق باشی. سلامت باشی. شب دیگه شب گل وطنی که ماه نوئه دیگه. شب ماه نوئه دیگه. همه خداحافظی با ماه رمضان. انشاءالله که موفق باشی. چوب باشی. بعد از بار دومی ما است که این باغ میلا داریم. بار اول نیست. دفعه پیش هم فکر کنم آقای فیاضی مسئول پختن کباب بودی، بار باز هم. آقای فیاضی از یک بار فرصتان شکرالله فیاضی هستم، مسئول کباب. امشب که دوستا همه جمع شدن اینجا دور هم، انشالله که برای همه خوش بگذره و از این تفریح و امشب خوش. آره دیگه ماه رمضان هم که دیگه داره تموم میشه، انشالله که برای همه سلامتی باشه و خوشی.
انشاءالله. من محمد حسین فیاضی هستم. امشب که هست ما در قول وطنی میگیم شب نهم، شب نو، یعنی شب مردام شب است. درسته مقام میگه نه؟ چقدر میگه؟ آره مردام میگه درسته؟ اما رقم شاره. بعد این میش در ایران هستم، جای دوستا خالی اونای که الله در وطن هست یا کشورهای خارج هست، ما دوستا اقلا در خانه هستیم، یک جای جمع شدیم، یک شب نو گرفتیم و ماه مبارک رمضان هم که امشب شب 29 میشه، خلاص میشه. انشاءالله تا سال بعد خدا قسمت کنه زنده باشیم و افغانستان باشیم، کلگیمون زندگی بهتر شون از امید کلگیه. اگه حساب کنید تقریبا 70 نفر میشیم، خب؟ برزه و کتا 70 نفر میشیم. بعد هم کلگی ماشالله ورزشکار هستن و حسابی ورزش کردن. الان امشب همه ناهار هم نخوردن، گذاشتن برای امشب چون که روزه بودن. همین سرگرمی قصه مونه و هر کس یک قصه خود داره میکنه از کار و بار و زندگی و از وطن، از هر کی خبر داره. بعدش هم که مراسمه الا قسمت کنه یک دور همه خاص دیگه هم داریم. ما ماشاءالله هم بخین چرا خوردم هرم خطور راست بگه. خب ما میده هم کس خرابه، نمیتونم بگیم بینیم شما بخشی هم به کسایی گرفته، بخشی از وای کس یک جشن گرفته که ما روزر در خوبی و سلامتی سپری کده تمام کده. دوستار دور هم جمع کنیم، جمع کده ماه رمضان در تمام کنه انشاءالله به سلامتی تا سال نو جدید را، تا ماه رمضان بعدی را انشاءالله همه سا سلامت باشه. معاملهی که در وطن ها خب جایش خالیه، امشب اینجا نیستن دیگه که ما چی بگیم بخشی از وای، فقط ما خدمتکار از وای دیگه. انشاءالله سلامت باشه همه ایشی، جانش جور باشه، در خوبی و خوشی زندگی کنه، با شادی با سلامتی باشه انشاءالله. شده یک کباب؟ از کجا معلوم مغزش خام نمانده باشه؟ میگم مردان خیلی دانشپزی قوی نیسته. مردا قوی نیسته؟ این داره چک مونه که مثلا بذار داخلش، بذار داخلش. روش چه دایی نشته؟ کنترول شده پای مامانی. برای شما ایران خوش میگذره؟ شما تازه آمدین؟ کجاهای شدیدین؟ داخل تهران رو کشتیم، مثلا شیراز رفتیم، فردا یا پس فردا طرف شمال. امیر قم دوره همی داشتی؟ نه اینجوری نه، دیروز چاشت کمی آره پیش یک چند یک فامیل ایرانی بودیم، چون تقریبا دور برای ده نفر بودیم. خوش بگذرم. مرسی. بکنم از شما مخصوص بود کبابتان؟ این خیلی مخصوصه. ای خیلی ای بال مرغ میگه خب؟ آره بال مرغ کسایی هم خوشمزه هست، مخصوص بنده کبابه. ای باز زمک در خدمتتر هم هست. فکر کنم آشپز شما را یک کمک بازی داد. خب یک طرفش سوخته یک طرفش؟ نه خیلی خوب رو درویه. هنوز نخوردم به سرخه. خب چی ویژگی داره بال مرغ نسبت به دیگه حسایش؟ فقط طعمش خوبتره، مزه میده، مزه خیلی خوبه. خب اشتهای خوب. آره روزه و روزه دار معلوم باشه. اینجا اتفاقا کسایی که روزه نداره با اجازه جا اونایی که روزه نداره خوب با اشتیا مخورد. آره چیزی نخورده خب؟ اینجا متشد. آره اونا چیزی نخورده، اونایی که روزه داشت یک بار خورده. آقای زنه گفت ما روزه نگرفتم خب؟ وای که روزه داشت افتار کده خب؟ ما کسی افتار نگده گوشنا منده.
باشه اگه امتحان کنیم که چه رقم آمده. اما قسمی که من تصور نمود آمده یا نه درست پخته شده. چطور آقای؟ آره امتحان کنید. باشه حتما. اینه که داغ آره. امونه که پخته شده. باشه. در اکثرت رستوران هایی که موریم پشت کباب در مخره مغزش خام مومنه؟ نه اینا سر کن من یک کباب دور کردیم که نگاه کن. خب یک دنه ما باید امتحان کنم. بفرمایید. از توش خوش داریم. کوچکترش باشه. مگه باشه که ایره ایره انتخاب کدام؟ باشه. یه انتخاب همین انتخاب شما. انگوشتات هم باش بخور. والا ما نمیخوایم انگوشت عزیز بدیم. نه دیگه خب یه مدل گفتان چه میرخم. خب. میخوایم عمود. امو عمق امو ذائقه شنیکان بدیم. آره دیگه اینقدر مزه داره که من انگوشتای خام خوردم. آره نه واقعا خوشمزه آمدم. جای یک و یک شما روی دسترخان و در این دوره همه صمیمانه امشب ما خالی احساس میشه عزیزایم. امیدواریم که زندگی هم زندگی شما هم در کنار عزیزانتان در کنار خانمتان همیشه با سلامت و با محبت بگذره. دوستا کباب پخته کردن هم دیگه خیلی طول کشید. ساعت تقریبا 2:30 شبه. دیگه کسایی که اینجا روزه داره حتما برش تحمل کردن گشنگی شاید خیلی سخت شده باشه و حتما برش بسیار مشکله. ولی کسایی که روزه نداره البته منظور متوجه کودکا هست امونا هم شاید بتاب شده باشه. دیگه برادر کوچک محمد رضا جان قبلا هم یک برنامه همراهش داشت و در بند رفته بودیم. دیگه محمد رضا جان بچه کاکای ماست. برادر کوچکم میشه که قبلا هم یک برنامه همراهش داشتم در بند رفته بودیم همراهش صحبت کنم ببینیم که اینا هم کار میکنم. ماه رمضان است چقدر گشنه شده. سلام به همه شما دوستان عزیز. من محمد رضا عزیز هستم. واقعتش سخته روزه هم سخته گرفتنش. برای ما کار میکنیم صبح 7 میریم شب هم صبح 7 میاییم. خب سخته دیگه الان هم اومدیم نشستیم منتظر ساعت 2:30 منتظر غذاییم دیگه. کسی که بسیار هم شکم میشه دوست داره این میشه و بسیار هم شای خوب و شای آزادیه. همون ترست رضا جان؟ بسیار روز. بودن ما بودیم که گشنگی هم اونقدر فهمیده نشده دیگه. بودن همگی مصروف صرف طعام است و امیدوارم که ویدیو و برنامه امروزی ما بر شما زنم جالب بود دیدنی تمام شده باشه و همچنان خاطرات شما زنه خاطرات که در ماه مبارک رمضان شما خاطرات با همی داشته باشین و امیدوارم که توسط این ویدیو ما خاطر شما زنم تازه شده باشه. زم ای بود برنامه امروزی من که از آخرین روز ماه مبارک رمضان بود خواستم به قسم یادگاری
هم برای خود این خاطره ثبت شد و هم با شما زانم در اشتراک بگذارم. جهان سپاس که تا آخر قسمتی ویدیو با ما همراه بودین و ما را همراهی کرد. تا دیدار بعد شما را به لاحه یکتا امانت میکنم.